الله یک تا توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، چاشتان بخیر. خورا گرامی بینده عزیز برنامه بانو، سلام علیکم. بازم در خدمت هستیم. وقت نش برنامه شما فرا رسیده، منتظر تماس های تلفنی شما دوستا هم هستیم. شماره تلفن ما هست 0796-00-66-56 و همچنان پیام های شما که از طریق 456 مواصلت کرده پیام های شما نیز با ما هست. اوید از خوارای ما که نمیتونن که در جریان برنامه با ما به تماس شن، میتونن به 4-5-6 زنگ بزنن، بعدا کلید 1-6-3 دور فشار بتین و پیامتان بگذارین در هر وقتی که خواسته باشین. باز هم فرزان جان، در مورد پیام های 456 بله، من خدمت دوستان میخوایم یک موضوع رو ببینیم که بعضا از خوارای ما بارها گفتیم که خوارای عزیز در مقابل شما کسی نیست، فقط آواز شما ریکارد میشه، شماره تلفنتون هم برای ما، فقط لطف کنیم که بعدا تماس هایی هستن که اگر نمیخواین که از طریق برنامه او نشر شوه، فقط بگوین که این از طریق برنامه شما نگوین، چرا بعدا از خوارای ما میگن. و در جنبش یکان وقت خوارای ما بار بکنین که 15 دقیقه گپ میزنه، اصلا نمیفهمین که مشکل از این کجا هست. بله، بسیار زود به گذشته ها میره، در گذشته ها چنان بود چنان بود چنان شد چنان گپا شد. خواهر گل ببینین مشکل است، نه وقتی که میگین من اینی مشکل دارم اینی است، پشت عاملش نگردین که در گذشته ها چی گپ بود، شما را کس چی گفت، چی گپا بود، او گپا را کنار بگذارین، فقط مشکل اساسی تان بگوین که امرو اینی مشکل دامنگیر ما است که باز ما بتاریم که حداقل یک مشوره خوب بر شما بدیم. بله، خب توی که دوستا عزیز تماس های شما را می داشته باشیم، بین که اولین پیام از یک بانوی عزیز که بسیار زیاد ما را متاثر ساخت، به دکتر صاحب بخوانم، دکتر صاحب مشوره خوب خود تقدیم از بانوی عزیز بکنه. ای بانو گفتن که پسر 10 سالی من گفته چند قبل در یک حادثه ترافیکی گفته از دست دادم و شهید شد. هیچ گفته از امو به بعد ما آرامی ندارم، شب روز گریه می کنم و گفته دمین مدت 9 ماه که ما او را از دست دادیم، گفته که اصلا در خانه ما دسترخوان آوار نمیشه، وگر نان هم بخوریم نان ما در خون تر است. گفته زندگی بر ما اصلا مفهوم خود از دست داده و اولادایم هم بسیار زیاد پریشان هستند. نیفهم گفته باقی زندگی را چه قسم سپری بکنم و دکتر صاحب مشوره نیک خواستند. خب فرزند جان، یک موضوع هست که ما هر کس بگویی که مسلمان است میگه الحمدلله ما مسلمان است. بله، ولی ثبوت از این مسئله چی است؟ تنها در حرف خو نمیشه که ما میگیم الحمدلله ما مسلمان است. بله، ببینین هر کس خداوند به مو اندازش یک آزمایش میکنه و یک چیز هم که ما عقیده راسخ داریم که خداوند هیچ کس از قدر توانش نه زجر میته نه او را در آزمایش قرار میده. بله بله، یعنی خداوند برای هر کس اگر غم میته اگر شادی می هر چیز می برابر توان و برداشتش است. بله، یعنی هیچ وقت ناممکن است که یک کس را یک غم بته یک درد بته که او از توانش کاملا بالا باشه. همیشه خداوند عادل است، به شک عادل است. هر کس که اگر مشکل سر راه انسان میه فقط به قدر توانش است، ولی باز بر بخشایشش بیکران است. اول ببینید که اگر یک لحظه فکر بکنیم فرزان جان، که ما شما اگر خداوند امین محبت از دلها یک بار بگیره، امین انسان انسانم میخوره یا نمیخوره؟ بله طبعا. بله بله بله. پس امی خود محبت در دلها خداوند انداخته و امی خداوند است که برای ما شما طریقه را میاد داده که ما چه قسم محبت باید بکنیم. بله بله. ولی این قسم نشه که دیگه که ما حال وقتی که تا رضای خداوند نباشه برگ از درخت نمیریزه. بله، یک حادثه شد و شما فرزندتان عدس دادید، بازارها جوان در کشور ما با خاک و خون غلطید. بله، خیال مادرهایشان چی بکنن؟ چیزی که از توان ما بالا هست او را کنار بگذاریم و فقط سپردش به خداوند بکنیم. طفل شما طفل 10 ساله بود، واقعا دوری مشکل است فرزند جان. ولی در جنبش بزرگترین چیزی را که ما داریم او ایمان است. ایمان است. وقتی که ما از ایمان خود استفاده میکنیم، وقتی که میبینیم که طفل شما به گفته سعدی حال پاک آمد و پاک رفت، حال مشکل ما غم خود باید بخوریم که پاک آمدیم و ناپاک از دنیا میریم. یک بار که ما یک بار به میعمال خود یک بار نظر بکنیم که ما چه کارهایی کردیم چه کارهایی نمی کنیم و در آینده چی خواهد شد. ولی مهم اساسی ای است که شما
اگر همیشه به می فکر باشین و همیشه چیزهایی که مثلا همواره قسمی که گفتن که در خانه تا دسترخوان هموار نمیشه در مدت ده ماه گفتن نوما کلگی در همی فکر همیشه جگرخون این قصر روی اطفال دیگه خانواده مو اطفال که در خانواده هستن چقدر تاثیر منفی میگذاره اینی گپا هم و حالت روی خودتان به این شکل ای به این معناست که شما دیگه نه تنها اونا رو تمام اعضای خانواده را از دست میتن بر صورتش بیشترم گفتم فردان یک چیزی که به دست خود انسان نباشه و ای از توان همه چیز انسان بیرون است و انسان باید به اراده خداوند تسلیم باشه هر چیزی گفتم هیچ کس کسر نمیکشه ولی مقدرات است که بعض اوقات بالا انسان می و توسط امی هر چیزهایی است که بالا یک پدر و مادر و برادر یکان حالتهایی در زندگی بالا انسان می که توسط زمی خداوند گناه های ما را ببخشه و حالتهایی که می باعث ازی میشه که حداقل همو کارهایی که ما در زندگی کردیم خداوند چشم بپوشه از او را به خاطر یک هر کسی که در دنیا یک هزار عذاب را ببینه خداوند درهای رحمت بر روی از او باز میکنه بعد از او هزارها خوشی نصیب شما میشه مشروط بر ای که شما تسلیم باشین بر رضای خداوند و فقط اکتفا کردن به می که خودت دادی و خودت گرفتی ما بر رضای تو تسلیم است و ای بزرگترین یک هر گذاری یک بنده هست که همی وقتی که تا وقتی که شما از خداوند صبر نخواسته باشید خداوند باز براتون صبر نمیده شما از خداوند صبر بخواید سر تسلیم فرود بیاین که خداوند هم بر شما صبر بده ولی به این شکل اگر شما روان باشین چی میشه نتیجه چی شد یعنی میبینین که هر حالت تمام اعضای خانواده در همین مدت نو در چی یک حالت است من میال شما رو احساس میکنم یک موضوع که من در طریق برنامه یک بار دیگه هم این موضوع رو گفتم که من شاهد ازی بودم که در مقابل من از یک مادر شوهر خود را چهار طفل نازنین خود را در مقابل من در عدس داده و یک پای خود را در مقابلش یعنی همه چیز فدا شد حالا من امو تا بال هم امو خانم زنده است و یکو تنها زندگی میکنم معلم از یکی از مکاتب و حالی هم که بگویم شکر تیر میشه زندگی بله. هست بله. ببینید پس به او خاطر اگر شما یک کار بکنین اگر میخواین که از این حالت نجات پیدا بکنین من مطمئن هستم بعضا از خانواده چیزهایی رو نگاه میکنن در بین خانه که همیشه چیز یادگار یا لباس ها و تصاویر و ایگه پاک زیاد هست برش یک مدت شما کوشش بکنین که هر آن چیزی که اونا رو به یاد پسر شما میاندازه در خانه کاملا نور دور بکنین همه چیز اگر در خانه کرایه زندگی میکنین خانه از خودتان نیست لطفا همین خانه رو رها بکنید یک منطقه دیگه برید و امو چیزهایی که همیشه شما رو به خاطرش می گوش بکنید یک چند مدت از امو دور باشه بله آیسته و در جنبش با صبر و با نماز هر قدر که نماز بخواین و صبر از خداوند بخواین خداوند براتون صبر میده و اینه میرم در جنبش یک جا بکنین آیسته آیسته حالت چند شدن میره و این حالت نمیمونه من خب پیشترم براتون گفتم که خداوند اگه برای یک انسان یک کم مشکل برای یک انسان میده در جان میشه از آرام خوشی هم میده و پیشتر اگه شورام کردم براتون که اگر محبت از دلها گرفته شود باز هیچ چیز نمیمانه پس خود صاحب محبت خودش بر ما امیر داده پس در جنبش انسان اولین کمک را که شما برشان کدام میتونه فقط من حیث یک مادر کوش بکنیم برشان دعا بکنیم و ای است که باز خداوند بر شما صبر میده و این شکل هر قدر که دامه بتین را علاج نیست اون موارده که من براتون گفتم اونا رو در نظر بگیرین انشالله امید به خداوند که همه چیز تغییر میکنه خب و پیام بعدی یک وقفه کوتاه میگیریم دوست عزیز بعد از وقفه بازم خدمت شما حاضر میشیم بازم خوش آمدین بانوی عزیز و وقت ازی است پیامای شما رو بگیریم به خاطر ازی که بازم کلام مشکل در تلفن وجود داره و ما پیامای شما فوق العاده زیاد است یک پیام گرفتم از بین همش که ای برادرک عزیز ما مشکل خود مطرح ساختن گفتم 29 سال عمر دارم یک دختر دوست دارم و مادر ما گفتم که به خواستگاریش اقدام کنم و مادر میگه که او دختر در رنگ من نشیشته
مر قدر برش میگم که مادر جان او دختر بسیار خوب است و حتما تو امرایش یا من یا خانواده ما امرایش آرام میشه. گپ ما قبول نمیکنم. میگم ما به هیچ صورت خواستگاری نمیرم، یک کس دیگر پیدا کو به خواستگاریش برم. ما حیران هستم که با مادرم چی باید بکنم. اینمی یک موضوع هست فرزانه جان که هر کس به خود اجازه میده که در مثلا یک بچه که یک دختر خوش میکنه باید تو برنگ پدرش مادرش بیادرش کلی که میخواستم امیر سوال کنم که امی بسیاری کسا میگه که امی آدم در رنگم نشیشت، امی رنگ شیشتنش چی چی مانا میده و چرا؟ خب یک اصطلاحی مردم هستن ولی همی هست که یک کس به مو چشم به مو قلب خوش نخورد. بله اونم ولی درنگش بعض اوقات خود آدم متوجه شد در زندگی یک کس هست در زندگی بسیار بدتان می بله بناحق اگر پرسان بکنی که امیر چرا بد می بله. میگن هیچ دلیلش هم نمیفهمن سر من بد خورده بله. گشی در عطایی مربوط میشه بعض اوقات در زمیر ناخودآگاه انسان مثلا یک کس هست در زمان طفلیتش یک کس بعدش میاد در چهره ها و گپا او مسئله جدا است ولی چنین نیست بله. ولی بعض اوقات مهم این است که ما امی تن خود وجود خود را چه قسم پرورش دادیم بله. افکار خود را بله. چه قسم پرورش دادیم. بعض کسا هست که به می هر طرف نگاه میکنه با محبت و صمیمیت است بله. هیچ دشمن نداره نه با کسی کینه داره نه هیچ خوش و خوشحال است بله. از زندگی خودم لذت میبره. کسی است که فقط خود قسم پرورش داده که هر چیز با کینه کدورت دشمنی ببینه اولادشون به این شکل بزرگ میشه بله. ببینیم بچه کاکا با بچه کاکای خود دشمن است به خاطر گناه طفل نیست بله. اون چه قسم در خانه پرورش دادن چه قسم در مقابل از او بزرگ ساختن که با یکی دیگه انت یک نظام میکنه و در جنبش مهم این است که ما هر چیزی که به کدام دیده میبینیم مهم چی است. دید ما باز اندیشه ما تشکیل میده وقتی که با این دید نفرت یک کس را ببینیم که مثلا در رنگ منشش یا چنان همه ناممکن است که یک خوب بعض کسا را بار بکنید که یک کس را که شما مثلا به دلتان بد میبینید یا میگین کمی خوشم نامد یک چند دفعه قصدن امراش هم صحبت شاید بشینین بخیزین ببینین که در وجود ازی چه قوانرهای دیگه است بله. که همه چیزش شما بعض کسا واقعت هم چنین است که مثلا یک نفرت که نسبت به او ایجاد میشه واقعا هم چه یک شخص هم میباشه بله. ولی همیشه دقیق چنین نمیباشه که به این شکل باشه. مثلا امی بچه که امی دختر دوست داره شاید بسیار خوبی هایش دیده باشه به خاطر که همین خوبی ها اگر نباشه بچه عاشق دختر کورونا نمیشه بله. بعضی کسا میگن که چشم عاشق کور است چونی نیست بعضی حتماً خوبی های در وجود داره خوبی ها را دیده بله. عاشق میشه و بعدنش بازیگان به دیگک های کوچک کس بازور نادیده میگیره بله چون همون خوبی های شورا مدبن میبره بله. ولی چونی نیست که یک نفر هیچ چیز نداشته باشه کس عاشق شه. ولی مهم ای است که بعضی کسا فکر میکنن که هر آن چیزی که ما باید میپسندم باید که کلگی بپسند بله. این ناممکن است که اگر انسان همه چیز خود تابع خانواده خود بسازه که خانوادهش رنگ زرد خوش داره باید تماما خانواده رنگ زرد خوش داشته بله. چنان غذا را مثلا در خانواده یک نفر رئیس خانواده میپذیره خوش داره نمو غذا را باید که همه ایره قبول داشته باشه بله. در حالی که نمو طوره که چهره انسان یکسان نیست بله. حتی انگشت دست انسان ها از بعد تولد عرض از وقتی که انسان به دنیا آمدن تا بال یک شست دست انسان ها یک شکل نیست بله. هر انسان خودش هست حتی دید یک انسان فرق میکنه فرق هر انسان یک دید به خصوص خود را داره ولی متاسفانه در افغانستان باز بینمی موضوعات و قدر کس هرش نمیگذاره که مثلا به خود حق نداده نمیده که مثلا میگه خب مخت به طرف دختر نگاه کرد خب هم دختر فکر کرد که همین خوش من آمد ولی همین موضوع رو در مقابل بچه خود نگویه بله. به خاطر ازی که یک کسر شخصیت از بشار خودم پسرم ولی پسرم میگه من امیرای خود گم کردم که حالا میگنای من چی هست حالا خود در رنگ خود من در رنگ من هست حالا بچه تر خونه رو دوست داره اگر بعض اوقات بعضا مشکلات جدی می باشه مثلا یک موضوعی می باشه که دقیق باشه پسر او رو متوجه نشده باشه مادر وقتی که به خواستگاری از اونها اقدام میکنه برای بچه خود میگه بچه من در وجود شهر انت یک چیز را دیدم و همین مناسب حال تو نیست نظر به اینی دلایل اینی دلایل اینی دلایل بله.
اگر چنین گپ می باشه، من هم طرفدار ازی هستم که این مسئله باید بازگو شوه و برای پسر این گپ گفته شوه که اینی مسائل دلایل بگوید، ولی به شکل نه که در رنگ منشش، ولی این دلیل شده نمیتونه. ولی اگر اتو فکر بکنه که حالا کس را پیدا بکنه، خب شاید که اگر مادرش صبح کس را پیدا بکنه که برنگ مادرش بشینه، شد برنگ بچه باز نشینه. بله. و چیش بگه من نمیخوایم با اینم تیه کس ازدواج بکنه. در مسائل ازدواج باید که خانواده بسیار زیاد دقیق باشن. نظر دختر و نظر پسر حتمی هست. باور بکنین که خب پسرها را خب باز هم همی حق حالا برشان میده، همی حق داده نشده، گرفته شده. بله. همی بچه ها همی کار کردن که خودشان همی حق گرفتن، ولی همی نزاکت وقتی که یک دختر جوان در یک خانواده مراعت میکنه و اصلا وقتی که از یک دختر پرسان میشه که میگه دل خود خانواده ایم هر کاری که میکنه، ببینین انسان خب این گپ خب میگه یک دختر، ولی باید به هر شکل که شوه باید از دختر پرسیده شوه. و یک دختر که میخواد که ازدواج بکنه با یک کسی، چی خوب است که اردوشان یک جای بشانن، با هم دیگر صحبت بکنن، هم دیگه خود را قبول بکنه. ای است که باز باور بکنین که فردا روز مشکل ایجاد نمیشه. مشکل در خانواده وقت ایجاد میشه که از یک بچه جوان کسی همچون مورد پرسان نمیکنه، از دختر پرسان نمیکنه، کوش میکنه خب میگه ما وقتی که هستیم ضرورت به دختر چی است، و در جنبش هر کسی به خود صلاحیت میده. این رو مادرشان گفته باور بکنین، کسی که حتی بسیار قوم و خویش و دورشان، هر کس با خود صلاحیت میده که در یک مورد صحبت بکنه که چرا این کار کردین. مثل که در هفته گذشته خوار بر ما گفتن که نامزدشان هر کس گفت بر مرمه میگه چرا تو با این نامزد شدی، سنش کلان است یا بدرنگ است. هر کس با خود در همچون مورد به خود حق میده. بله. پس انسان ها گوش بکنن، ما دو طبقه از مردم در کشور خود داریم. در مجموع انسان ها اگر هم بگوییم بداره، بعد کسایی هست که از پیششون اگر پرسان بکنین بار بکنین که اگر حرف نیک یا داره میگن در غیر از اون خاموش است، ولی بعد کسایی هستن که همیشه در یک مورد از هر چیزی که پرسان کنین نظر منفی داره، خود از اون منفی باید. هر آن چیزی که یک انسان میگه شخصیت خودش از اون حرفش نمایان میشه که چه قسم است. اگر یک انسان یک کس بد گفته میره، یک بار اگر شخصیت خودش هم مطالعه بکنی، خودش هم یک مشکل داره. بروز بروز این مشکلش زیاد شده. بله. میده. پس به او خاطر انسان کوشش بکنه که هر آن چیزی را که برای خود میپسنده، برای دیگران هم بپسنده. اگر خوب است و آمدیم سر بازم مشکل از این برادر، کوشش بکنیم که اینمی موارد را که من گفتم برای مادرتان بگوین و خوبی هایی که داره برای مادرتان بگوین که من اینی خوبی ها رو در وجود از همی دختر دیدین، بار دیگه شما به خواستگاهشان برین و همی خوبی ها رو ببینین. این مهم نیست که در مرحله اول بعض کسا هستن که همه چیز یک انسان ولو خوبی هایی باشه بعد انسان میره، ولی بار بار همی که با انسان ها بشیرن خوی بوی یکی دیگه رو بگیرن، باز آیسته آیسته همه چیز تغییر میکنه. بله. خب دوستای عزیز، این هم بود پیامای شما که خواندم و مشوره خوب دکتر سیب شنیدیم. دوستای عزیز، وقت برنامه ما به پایان رسید. تا تقدیم برنامه آینده تمام شما عزیزا را به خداوند بزرگ بسپاریم. الله یار و نگهدار همه. وقت خوش، خدا نگهدار.